توقع داشتم که علاوه بر مسائل مربوط به خاورمیانه و مسائل هسته‌ای، من به عنوان یک کنشگر حقوق بشر دلم میخواست که راجع به مردم ایران صحبتی میشد، به خصوص در بحرانی که علاوه بر بحرانهای دیگر الان مردم ایران با حادثه طبس باش روبرو هستند و ناتوانی دولت ایران برای رسیدگی به این مسائلی که الان اونجا داره اتفاق میفته، در حالی که واقعا یک شکافی وجود داره بین اون روشی که جمهوری اسلام سعی میکنه تمام نیروهاش و سرمایه ملت رو بذاره روی نابود کردن کشور اسرائیل و بی‌ثبات کردن منطقه، به جای اینکه بخواد سرمایه گذاری بکنه روی زیرساخت‌های کشور خودش و نجات دادن و جلوگیری از صدمات بیشتر، چه به خاطر حوادث اکسیدنتال باشه یا اینکه به خاطر مسائل طبیعی باشه، و نه راجبه اینجور مسائل صحبت کرد و راجبه دولت بایدن، یعنی پرزیدنت بایدن فقط خودش رو مسئول مسائل نگاه داشت، که من وقتی که جنگ ویتنام بود من سعی کردم که جلوی این جنگ رو بگیرم. خودش رو مسئول مسائل دنیا میدونه، ولی باعث و بانی اصلی مسائل بحران‌های کنونی رو که جمهوری اسلامی باشه امتناع میکنه و نمیاد واضح بگه که این پاسخگویی برای جمهوری اسلامی الان زمانش رسیده و باید که جواب بده. چرا فکر میکنه؟ چون آقای بایدن که گفتیم دیگه این آخرین سخنرانیش هم بود، برای چی فکر میکنید مثلا ملاحظه از چه جهت باید انجام بشه در مورد اینکه بیشتر یا به قول گفته شما با صراحت بیشتری آقای بایدن در مورد ایران صحبت نکنه؟ علت این به نظر شما ملاحظه چه هست؟ خب این برای خودش اولا که داره سعی میکنه که یک میراث دوستانه، یک میراث صلح جویانه برقرار بکنه و از لحن و لفظ خشونت آمیز نمیخواد استفاده بکنه، در این حال داره مشعل رهبری رو از دست خودش میذاره به دست کامالا هریس و میخواد که این روال دوستانه به ادامه پیدا بکنه. ولی و من واقعا دلم میسوزه برای خبرنگار نگارای ناشی که هستن توی این سازمان ملل، برای جوانای 20 و چند ساله که هستن، برای اولین بار دارن میان این جور مسائل دارن پوشش میدن و واقعا این دیدگاه اصلی و زمانی رو که اشخاصی مثل شما و یا کارمندای دیگه در وایس آف امریکا دارن رو ندارن و خیلی به صورت سطحی به این مسائل نگاه خواهند کرد و با وجود انبوه مسائلی که راجب ایران، راجب ماهیت فاشیستی جمهوری اسلامی وجود داره، اینا مسلماً آگاهی ندارن و خبرهایی که پخش میشن فکر میکنم در هفته ها روزهای آینده تیترهای صلح و برابری و دوستی از طرف جمهوری اسلامی هستش و مسائل مربوط به محیط زیست و دیگر مسائل از طرف دولت آمریکا.